در ایالت کرلا در جنوب هند با ساحل طولانی و زیبا در کنار دریای عرب، آرون و آنوپ جورج دو برادر اختراع خود را بررسی می‌کنند. توربین بادی کوچکی که روزانه بین 3 تا 5 کیلووات برق تولید می‌کند و برای تأمین انرژی خانه کافی است. این توربین قرار است به بهای 750 دلار به بازار عرضه شود و جایگزین مناسبی برای نمونه‌های وارداتی 3000 دلاری در بازار است. ما این توربین ها را به بهای تقریباً بی سابقه در کشورمان ساختیم. هدف ما عرضه آن به بهای 50,000 روپیه برابر با 750 دلار در بازار مصرف است. این انقلابی است که در این صنعت ایجاد کردیم، یعنی تولید انرژی پاک با قیمت مناسب برای مصرف کننده عمومی. هند با داشتن خط ساحلی به طول 5500 کیلومتر و حجم بالای باد در ساحل غربی، یکی از مهمترین کشورها در تولید انرژی بادی است. بنا به آمار شورای جهانی انرژی بادی، پس از چین، آمریکا و آلمان، هند چهارمین کشور دارای ظرفیت و زیرساخت تولید این انرژی تجدیدپذیر است. این در حالی است که بنا به آمار بانک جهانی، یک چهارم مردم به ویژه در مناطق روستایی به برق دسترسی ندارند. سورش، کارشناس مهندسی باد، میگوید کشور در حال پیشرفت است، ولی با استفاده بهینه از انرژی باد فاصله زیادی داریم. دلیلش عدم حمایت دولت است. دولت از ظرفیت بالقوه این انرژی بهره برداری نمی کند. به نظر من دولت با دادن سوبسید می تواند به توسعه انرژی کمک کند. البته اخیراً شروع کردند، اما هنوز به حد مورد نیاز نرسیده است. اما همه از تولید انرژی بادی راضی نیستند. ساکنان یکی از شهرهای ایالت تامیل نادو در جنوب شرقی هند از صدای نیروگاه‌های بادی اطراف بسیار ناراحتند. یکی از ساکنان روستا میگوید این نیروگاه به روستای ما نزدیکتر است و صدای آن برای ما مشکل آفرین شده. مشکل دائمی مردم است. با صدای آن در شبها کسی نمیتواند بخوابد، ولی در طول روز خیلی بد نیست، زیرا همه مشغول کارند و در روستا نیستند. در شب وقتی همه جا ساکت است، این تنها صدایی است که شنیده میشود. غیر قابل تحمل است. آسیاب ها ممکن است مفید باشند، ولی مشکلاتی هم دارند. به علاوه بعضی کارشناسان میگویند این توربین ها خطر بالقوه برای پرندگان محسوب میشوند. رحیم یک پرنده شناس است. او میگوید ثابت شده است که پرهای فلزی این آسیاب ها بسیاری پرنده های در حال پرواز را میکشد. در نتیجه هر سال هزاران پرنده در کشور ما به این شکل کشته میشوند. ولی برخلاف کشورهای غربی، هیچ اقدامی برای ارزیابی جدی بودن مشکل و خطرات ناشی از آن انجام نمیشود. دسته های پرنده های مختلف مانند مرغابی یا خفاش در آن گیر میافتند. برادران جورج برای شرکت در نشست انرژی پاک به سان فرانسیسکو می روند. هند در سالهای 2015 و 2016 بیش از 26,700 مگاوات انرژی بادی تولید کرد.